هموطنان ارجمند، بینندگان عزیز، سلام. اول رجب سال روز میلاد امام محمد باقر علیه السلام هست. پیشگویی که در طوفان شرایطی دشوار که آیین رهایی بخش اسلام انقلابی هم از سوی مرتجعان و هم از سوی جنبش‌های خود به خودی به سود دشمنان در معرض خطر انحراف قرار داشت، طی یک مبارزه بی امان ایدئولوژیک به ترسیم مرزبندی‌های استوار عقیدتی و بنیانگذاری یک تشکل مستحکم انقلابی پرداخت و سلسله ستم پیچه خلفای بنی امیه را متزلزل و بی آینده ساخت. آن روز وقتی به امام حسین علیه السلام خبر تولد نوه‌اش را دادند، نام او را محمد گذاشت. محمد ابن علی ابن الحسین که مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بود. چهار سال بعد این نواده خردسال امام حسین علیه السلام شاهد هنگامه عظیم عاشورا بود و بقایای جگرسوز آن برای همیشه در ضمیرش ثبت شد. او همراه با پدرش امام سجاد و مادرش فاطمه همزنجیر دیگر اسیران عاشورا تمام سختی های اسارت را گام به گام و لحظه به لحظه چشید. در تاریخ کم نبودند کودکانی که در سالهای اول زندگی در معرض حوادثی سهمگین قرار گرفتند که درک و تحمل اونها مافوق طاقت انسانی بوده و بازتاب این حوادث در جان و روان اونها به طور طبیعی تأثیر منفی و کاهنده داشته. اما بازتاب حماسه عاشورا در ذهن و ضمیر این کودک آتشفشانی گدازان بود که تبدیل شد به ذخیره لایتناهی از ایمان و امید و انگیزه و عزم جزم برای به ثمر نشاندن آن خونهای پاک. گفتیم که امام محمد باقر کسی بود که پرچم هدایت جنبش رو در شرایطی دشوار به دوش گرفت و به ترسیم مرزبندی‌های عقیدتی با جریان‌های انحرافی و ارتجاعی پرداخت. جریاناتی که کارکرد اونها علی‌رغم نمود ضد حکومتی در نهایت به سود دشمن تمام می‌شد و امواج خروشان توده‌های عاصی از ستم خلفا رو به جای هدایت به مسیر درست سرگردان و بی اثر می کرد. سال روز میلاد پنجمین پیشوای تشیع انقلابی فرصت مناسبی هست برای آشنایی با شرایط سیاسی و اجتماعی آن زمان و آموختن از مبارزه او در نبرد با دجالان زمان. زندگانی امام محمد باقر جمعاً با دوران زمامداری 11 حاکم و خلیفه اموی مقارن بود. معاویت ابن ابی سفیان، یزید ابن معاویه، به شهادت رساندن امام حسین و یارانش در عاشورا.
کشتار مردم مدینه و با آتش کشیدن کعبه. معاویه ابن یزید، مروان ابن حکم، عبدالله ابن زبیر، دوران قیام مختار ثقفی و مجازات قاتلان امام حسین از جمله ابن زیاد، شم و عمر ابن سعد در سال 66. سرکوب قیام مختار با قتل او و 7000 تن از یارانش، کوبیدن و ویران کردن خانه کعبه توسط حجاج ابن یوسف ثقفی، عبدالملک ابن مروان، لشکرکشی های متعدد خلیفه اموی به روم با هدف کشورگشایی، سیل ویرانگر در مکه در سال 80، ولید ابن عبدالملک، دوران اوج کشورگشایی ها و فتوحات تحت نام اسلام، جنگ با رومیان، کشتار عظیم مخالفان و امتداد دامنی فتوحات در غرب با درهم شکستن امپراتوری اندلس و فتح بخشای از هند، کابل، کاشمر و توس از طرف شرق، بدعتگذاری کشتن گناهکاران و قتل عام 20000 نفر موسوم به دفتری، مسموم کردن و به شهادت رسانیدن امام زین العابدین در سال 95. بله، تا 34 سال پس از عاشورا که پرچم راهبری جنبش در دستان حضرت زین العابدین در اهتزاز بود، محمد ابن علی در پرتو هدایت او گام به گام پرورش یافت و درسها آموخت. در این دوران وی شاهد بود که پدرش چگونه در این حال که رسالت و نقش خود را به طور علنی یا نیمه علنی علیه نظام حاکم به عهده داشت و مبارزه افشاگرانه را پیش می برد، یک تشکل به خوبی سازماندهی شده و گسترده و مخفی را نیز به تدریج شکل داد که برخی از اون به عنوان حزب مخفی شیعه نام بردند. اما پس از شهادت امام سجاد در سال 95، راهبری جنبش در شرایط اختناق مطلق بر عهده امام محمد باقر قرار گرفت. یک سال بعد خلافت امویان به مدت 3 سال، یعنی از سال 96 تا 99 قمری، به سلیمان ابن عبدالملک رسید. امویان از یک طرف دجالگرانه خود را جانشین پیامبر می‌خواندند و از طرف دیگر با کشتار مخالفان سعی می‌کردند به حکومت جائرانه و غارتگرانه خود ادامه دهند. اما شعله خشم و اعتراض توده‌های آسی خاموشی نمی‌یافت. جنبش‌های علوی هر کدام بر بنیان استبداد مدعی ولایت فقیهان اموی ضربه می‌زد. تا جایی که در یک مقطع استثنایی در زمان خلافت زودگذر عمر ابن عبدالعزیز در سال 99، سب و لعن 60 ساله آل علی که از زمان معاویه در منابر اجباری شده بود خاتمه یافت و ممنوعیت نقل و نشر احادیث پیامبر
که به بهانه ملاک بودن قرآن توجیه می شد برداشته شد. در اینجا بود که امواج مردم به جان آمده به خصوص از کشورهای غیر از شام مانند عراق، یمن، ایران، مصر و عربستان که دریافته بودند اسلام واقعی اون چیزی نیست که خلیفه مدعی جهان اسلام میگه، برای شناخت واقعیت و سرچشمه راستین اون به مدینه سرازیر شدند. پنجمین پیشوای شیعیان حضرت محمد ابن علی علیه السلام که به خاطر ورود و تسلطش به مسائل پیچیده علمی به باقر العلوم یعنی شکافنده علوم شهرت داشت، کلاس‌ها و آموزش‌های بی‌سابقه‌ای را در مسجد مدینه تشکیل داده و برای اولین بار توسط او بود که علوم زمانه در اونجا تدریس می‌شد. علت این که امام محمد باقر در اون زمان در مدینه اجازه تدریس داشت، منفوریت شدید خلفا به طور خاص در مدینه النبی و محبوبیت خاندان محمد و آل علی نزد مردم مدینه بود، به نحوی که خلفا جرأت آزار ائمه را در مدینه نداشتند، اما در سایر شهرها اونها حتی امنیت جانی نداشتند. البته در سالهایی که عمر ابن عبدالعزیز والی مدینه بود، به دلیل رابطه مخفیانه و حسنی که با آل علی به خصوص با امام محمد باقر داشت، فعالیت امام بیشتر شد. عمر ابن عبدالعزیز یک استثنای کوتاه مدت در حکومت خلفای بنی امیه، ایجاد یک فضای نسبتاً باز سیاسی، پایان دوران 60 سالی سب و لعن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، لغو ممنوعیت نقل حدیث از پیامبر، ملاقات با امام باقر و بازگرداندن فلک به او به عنوان وارث و نواده حضرت فاطمه. البته امویان این وضعیت رو بر نتابیدند و بعدها عمر ابن عبدالعزیز رو از میان برداشتند و به قتل رسوندند. اما در هر صورت دیگه سیاست کشتار و زندان و شکنجه های وحشیانه به بنبست رسیده بود. از این جهت سعی کردند با راه باز کردن برای اندیشه های غیر توحیدی و ترویج اونها در جنبش های اعتراضی اون زمان انحراف ایجاد کنند. اسلام انقلابی در زمان امام محمد باقر از دو سو به انحراف تهدید می شد. دسته اول شماری از افراد ظاهر و صلاح معتقد به اصلاح نظام با کار فرهنگی بودند. این جریان انحرافی و فرصت طلب هنگامی شکل گرفت که حکومت اموی پس از واقعی عاشورا با جنبش های متعددی که با انگیزه خونخواهی حسین ظهور می کرد مواجه شد. امویان چاره را در اون دیدن که برای فریب مردم راه ملایمت با مردان نامداری که در حجاز به دانش‌های مذهبی اشتغال داشتن در پیش بگیرن و اونها رو جذب خودشون کنن. برخی از عناصر سست عنصر و ریاکار هم با این بهانه که بر امویان تأثیر گذاشته و اونها رو به راه بیارن، باب مراوده و همکاری رو با حکومت نامشروع اموی باز کردن. اینها از نظر امام محمد باقر و پیروان او محکوم و مطرود بودن. از طرف دیگه گرایش وسیعی در مخالفت با بنی امیه به انگیزه گرفتن انتقام خون شهدای کربلا شکل گرفت. اینها متشکل بودن از مسلمان‌هایی که گرچه با دشمن سر ستیز داشتن، اما فاقد مرزهای استوار با نیروهایی مثل بنی عباس بودند که انتقام خون حسین رو صرفاً محمل قدرت طلبی خودشون کرده بودند. یزید ابن عبدالملک وادار کردن رجال و پیرمردان به شهادت دروغ مبنی بر معصومیت خلیفه از گناه و عصیان و اینکه هیچ گونه حساب و عذابی متوجه خلفا نیست. حاکم شدن اختناق و سرکوب شدید و کم سابقه. مصادره اموال
دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان حتی از قریش و بنی امیه به اتهام اخلال در نظم عمومی، شورش و کودتا و به دار آویختن تمامی مخالفان و مظنونان به اتهام همکاری با شورشیان. هشام ابن عبدالملک. دوران اوجگیری جنگ های داخلی و سرکوب حرکت ها و نهضت های داخلی. تدارک مقدمات در همشکستن پایه های حکومت اموی توسط عباسیان. در اینجا امام محمد باقر به دو کار سترک همت گماشت و اونها رو به موازات هم پیش برد. اولاً با سخت کوشی و شکیبایی فوق‌العاده‌ای یک مبارزه ایدئولوژیک بی امان رو علیه مدعیان دروغین دین و فقاهت آغاز کرد و با پشتکاری بیمانند مرزهای ایدئولوژی توحیدی و اسلام انقلابی رو با انواع گرایشات انحرافی که حکومت اموی هم به اونها دامن میزد ترسیم نمود و استوار کرد. چرا که به خوبی میدونست بدون این مرزبندی ها همه رزم ها و رنج ها یا به انحراف کشیده خواهد شد و یا ثمرش در نهایت نصیب میوه چینان و فرصت طلبان خواهد گردید و هیچ چیز عاید مردم تحت ستم نخواهد شد. ثانیاً در ادامه راهی که امام سجاد برای سامان دادن به مبارزه مخفی تشیع انقلابی آغاز کرده بود، یک تشکل نیرومند گسترده از شیعیان رزمنده و پاکباز و آگاه رو سازمان داد. این مجاهدان والا که در تاریخ با عنوان اصحاب سر یعنی صاحبان راز یا رازدانان شناخته می شوند، شبکه گسترده و نیرومند خود را با ارتباطات پیچیده و غیر علنی از شرق خراسان تا ماورای خزر و از ری تا آذربایجان و از فارس تا کوفه و بصره و اهواز گسترده بودند. تشکل منسجم و نیرومندی که در زیر شدیدترین ضربات خلفای ستمگر اموی و عباسی تا زمان آخرین امام شیعه و تا سالها پس از آن همچنان قوی و پابرجا بود. طبعا این فعالیت‌های گسترده و پیگیرانه امام باقر که با موضع‌گیری‌های سیاسی علنی او علیه حکومت اموی هم همراه بود، نمیتونست تماماً پوشیده و مخفی بمونه. خلیفه اموی هشام ابن عبدالملک مروان که حکومت خودش رو از جانب امام باقر پیوسته در مخاطره میدید، یک بار امام رو به همراه فرزندش جعفر صادق به پایتخت و دمشق احضار کرد و اونها رو زندانی کرد و کوشید با توسل به ارعاب اونها رو از ادامه فعالیت علیه خودش باز داره. اما از اونجا که نه وعده و وعیدها و نه آزارها و دستگیریها و سختگیریها هیچ کدوم بر عزم جزم امام باقر کوچکترین تأثیری نداشت، سرانجام خلیفه اموی دستور قتل او رو به والی خود در مدینه صادر کرد و اون نیز امام باقر رو طی توطئه جنایتکارانه‌ای با سم مسموم کرد و به شهادت رسوند.
هموطنان عزیز، بزرگترین افتخار فرزندان مجاهد ایران زمین این است که به پیروی از پیشوایان تشیع انقلابی، نقاب دجالیت رو از چهره دین فروشانی که وحشیانه ترین و سیاه ترین نوع استبداد رو زیر پرده دین پنهان کردند برانداخته و به نبرد با نظام سراپا فساد و تباهی ولایت فقیه برخواستند. پس با تبریک مجدد خجسته سالروز میلاد آن فرزانه دوران و شکافنده علوم زمان و آن خصم آشتی ناپذیر مرتجعان و جباران، حضرت محمد ابن علی امام محمد باقر علیه السلام، آرزو می کنیم که خداوند به حق او تمامی این مجاهدان و رزماوران و حامیان اونها رو در سرتاسر ایران و جهان در کنف حمایت خود بگیرد.